بسم الله الرحمن الرحیم سلام تقدیم می کنم خدمت همه شما مسئلین عزیز امیدوار هستم صحتمند و سالم باشین موضوع لکچر امروز ما در مورد اندومتریال هایپرپلازیا یا هایپرپلازی اندومتر می باشد که همه شما را به این لکچر خوش آمدید میگم موضوعات را که در این لکچر بالایان صحبت خواهیم نمود شامل تعریف هایپرپلازی اندومتریوم اپیدمولوژیان، اتیولوژی یا اسباب آن، تصنیف یا کلاسیفیکیشن، تظاهرات کلینیکی، تشخیص و تداوی. هایپرپلازی اندومتر هایپرپلازی اندومتر وضعیت غیر طبیعی است که معمولا نشان دهنده رشد بیش از حد اندومتر می باشد و این اصطلاح محدودی وسیع از شرایط را در بر می گیرد که برخی از این شرایط سلیم هستند و برخی هم خبیث بنان هایپرپلازی اندومتر را طور زیل تعریف میکنیم. رشد بیش از حد غدوات و استرومای اندومتر که با درجات مختلف اتپیا همراه است عبارت از هایپرپلازی اندومتر می باشد. قسم که شما در تصاویر هم می بینین در تصویر نارمل جدار اندومتر بسیار زیاد نازک بوده اما در حالت که به هایپرپلازی ها مروز می شه جدار اندومتر بسیار زیاد زخیم می شه و بیش از حد رشد نموده است. و همچنان از لحاظ منظره استولوژیک هم میبینین که هم استرومای اندومتر رشد نموده و هم قسمت غدوات اندومتر. اپیدمولوژی هایپرپلازی اندومتریوم اپ... هایپرپلازی اندومتریوم در اکثر کشورهای غربی یگانه آفت شناخته شده است که به حیث پیش قدم یا پریکرسر مستقیم آفات تهاجمی یا آفات خبری پذیرفته شده و اکثر آفات اندومتر از هایپرپلازی اندومتر نشعت می نماید و وقات هایپرپلازی اندومتر نسبت به سرطان اندومتر سه مراتبه بیشتر می باشد. که به اساس دلیو در سال نزنودچهار از هایپرپلازی اندومتر متر صورت گرفته هایپرپلازی اندومتر را به چهار شکل تصنیف نموده است سیمپل اندومتریال هایپرپلازیا ا وداوت اتیپیا کامپلکس اندومتریال هایپرپلازیا وداوت اتیپیا و سیمپل هایپرپلازیا و ود اتیپیا و در اخیره هم کامپلکس هایپرپلازیا و ود اتیپیا شکل سمپل یا ساده هایپرپلازیا بدون اتیپیا عبارت از هایپرپلازی منتشر اندومتریوم بوده که حجرات آن شکل طبیعی خود را از دست دهد و در یک فیصد موارد به سرطان تحول می کند. شکل کامپلکس اندومتریال هایپرپلازیا و اتیپیا در این حالت غدوات اندومتر نسبت به نسج استرومای آن بیشتر به هایپرپلازی معروض گردیده که به نام فوکل گلندولار کراودینگ هم یاد می گردد که در 3 فیصد وقت به سرطان تحول می کند. شکل سمپل هایپرپلازیا ویت اتیپیا در این نوع هایپرپلازی نیز اندومتر به صورت منتشر هایپرپلازی نموده اما حجرات آن شکل طبیعی خود را از دست می دهد و دارای اشکال غیر منظم می باشد که در 8 فیصد وقت به کانسر تحول می کند. Komplex هایپرپلازیا ویت اتیپیا در این شکل زخامه اندومتر زیادتر از سبب زخامه غیروسته غدوات نسبت به استروما بوده و در 29 فیصد وقت به کانسر تحول می کند و در بیشترین وقت به کانسر اندومتر از نوع ادینو کارسینوما تحول می کند. در سال 2014 تصنیف WHO دوباره تجدید نظر گردید و هایپرپلازیا اندومتر نظر به موجودیت و عدم موجودیت حجرات غیر وصفی از لحاظ ماینات سایتولوژیک یا حجروی به دو گروپ عمده تصنیف گردید که عبارت از هایپرپلازیا ویدوت اتیپیا و اتیپیکل هایپرپلازیا می باشد. اشکال هایپرپلازی از نظر به ماینات پاتولوژیک به سه شکل تصنیف شده سیمپل هایپرپلازیا سیستیک هایپرپلازیا و گلندولر هایپرپلازیا شکل سیمپل هایپرپلازیا عبارت از رشد پیش از حد اندومتریوم و قسم منتشر بوده که تمایلان به خباست کمتر می باشد اما سیستیک هایپرپلازیا در این نوع هایپرپلازی حجرات شکل سیستیک را به خود می گیرد و دارای اشکال غیر منظم می باشد که در سی الا 40 فیصد وقت به خباست تحول می کند و گلندولار هایپرپلازیا که غدوات نسبت به استروما بیشتر به هایپرپلازی معروض گردیده و تحول آن به خباست بیشتر از 70 فیصد می باشد. از همین سبب مریض باید هر چی آجلتر کاندید هسترکتومی گردد زیرا این غدوات بسیار سریع به عدین و کارسینوما تبدیل می گردد که باید رحم مریضان کشیده شود تا از آن جلوگیری شود. و در سالهای اخیر اصطلاح اندومتریال انتراپیتلیال نیوپلازیا را به عنوان پریکرسر یا آفت پیشقدم سرطان اندومتر قبول نمودند که عبارت از تجمع حجرات غیر اندومتر بوده و از غدوات اندومتر منشه می گیرد و اندومتریال انترایپتیلیل نیوپلازیا یک فکتور مساعد کننده برای عدین و کارسینمای اندومتروید اندومتر می باشد. اتیولوژی یا اسباب هایپرپلازی اندومتر از اثر افزایش استروژن نسبت به با پروژسترون به وجود می آید که استروژن حجرات اندومتر را تحت تاثیر قرار داده و باعث نشونمو و تکسر آنها می گردد. در حالت نارمل هر دو هورمون استروژن و پروژسترون رول مهم را در جریان سکلادت ماهوار بازی می کند. قسمی که استروژن سبب تکثر و نشونموی حجرات اندومتر گردیده و پروژسترون بعد از نیمه سکلادت ماهوار افراز می گردد و اندومتر نشونموی یافته را به اندومتر افرازی تبدیل می کند و زمانی که سویه پروژسترون به حد از میان می رسد سگنال های را به غده هایپوفیز ارسال می نماید تا گونادوتروپین ها افراز نگردد. و به همین ترتیب نهی افراز گونادوتروپین ها سبب سقوط سوی استروژن و پروژسترون گردیده و سبب ریزش اندومتر نشنومو یافته می شود. اما در صورتی که عدم توازن بین استروژن و پروژسترون موجود باشه یعنی سوی استروژن بلند باشه در این حالت اندومتر نشنوم نموده و به هایپرپلازی معروض می گردد. رسک ها فکتورها یا فکتور های خطر فاکتورهای خطر متعدد وجود دارد که باعث هایپرپلازی اندومتر می شود که عبارتند از استفاده طولانی مدت از ادویجاتی که هاوی استروژن بوده و یا ادویجاتی که خاصیت استروژنیک بالای اندومتریوم دارند مانند تمکزفین که سبب نشونموی بیش از حد اندومتر می و زمینه را برای هایپرپلازی مساید می سازند سکل های غیر منظم عادت ماهوار که از سبب اقامت یا پولیسیستیک اوورین سندروم به وجود می آیند که در این حالت سوی استروژن بلند بوده و سبب هایپرپلازی در نزد خانم ها می گردد. چاقی یک ریس فاکتور دیگری است که باعث هایپرپلازی اندومتر می شود چرا که سوی استروژن در حجرات شهمی بسیار زیاد بلند بوده و به مقدار زیاد ذخیره می شود و از طرف دیگر اندرو استنادیون یک نوع رومون دیگری است که به صورت دوامدار در نزد افراد چاق به استروژن تبدیل می شود سوی استروژن را در نزد ای افراد بلند می بره و باعث هایپرپلازی اندومتر می گردد. فاکتورهای خطر دیگری که باعث هایپرپلازی اندومتر می شود عبارت از شروع عادت ماهوار در سنین بسیار پایین، قطع عادت ماهوار یا منوپوز در سنین بالا، خانم هایی که هیچ حمل نگرفتن و سابقه فامیلی سرطان رحم، تخمدان و کلوم. تظاهرات کلینیکی هایپرپلازی اندومتریوم امدترین عرض آن خونریزی های غیر نارمل محبلی می باشد که به اشکال مختلف می تانه وجود بیه، مانند خونریزی های شدید، خونریزی در میان سکل های عادت محور، خونریزی غیر منظم، خونریزی بی نظم در اثر تداوی هورمونی و خونریزی بعد از منوپوز تشخیص هایپرپلازی اندومتریوم توسط ماینات اولتراساند محبلی، توسط هسترسکوپی همراه با سی و همچنان توسط دیلتیشن و کورتاژ صورت می گیرد. قسمه که در ماین اولتراساند محبلی زخامت اندومتر بیشتر از 5 میلیمتر می باشد. و همچنان تشخیص توسط استرسکوپی طور صورت می گیرد که یک آله به نام استرسکوپ که حاوی یک تیوب بسیار باریک بوده و در نهایت آن یک کمره امرو با یک منبع نوری قرار دارد داخل اندومتر می گردد و تمام جوف اندومتر توسط دکتر مشاهده می شه. و از نواحی مشکوک بایوپسی در تحت استروسکوپی اخذ میگردد و به خاطر ماینات پاتولوژیک جهت تعیین نو هایپرپلازیا فرستاده می شود و بعضا نزد مریضان دایلتشان و کورتاژ تحت انستزی اجرا میگردد که در این حالت مریض به وضعیت لیتوتومی قرار می گیره و نزد مریض یک انستزی موضعی تطبیق می بعدا آن رحم دایلیت می شود و از جدارهای رحم بایوپسی توسط کریت اخذ میشه یعنی جدارهای رحم تراش میشه و جهت ماینات پاتولوژیک به خاطر به لابراتوار فرستاده شود. تدابی هایپرپلازی اندومتریوم نظر به موجودیت و عدم موجودیت حجرات غیر وصفی، سن خانم و سابقه شخصی یا فامیلی سرطان در نزد خانم ها صورت می گیرد که شامل تداوی هرمونی و جراحی می باشد. تداوی هورمونی شامل توصیه پروژستین می باشد که پروژستین یک شکل ترکیبی پروژسترون است که یا به شکل فمی یا زرقی در نزد خانم ها می گردد و یا هم در نزد خانم ها لوب یا آیودی هایی که هاوی پروجسترون باشد تطبیق می گردد. اما در صورتی که حجرات غیر وصفی با ماینات پاتولوژیک دریافت گردد نزد خانم ها اجرا می گردد یعنی رحم خانم ها کشیده می شود چرا که چانس تحول به خبا... خباستان بسیار زیاد می باشد هیچ میتود وقایوی به خاطر هایپرپلازی اندومتر موجود نبوده اما با کاهش فاکتورهای خطر میتونیم از به میان آمدن هایپرپلازی اندومتر جلوگیری نماییم مثلا در نزد خانم که اضافه وزن دارن یا چاق هستن کاهش وزن توصیه میگردد و همچنان توصیه پروجسترون، همراه با استروژن خصوصا در خانم هایی که قبلا استروژن عغز می نمود توصیه میگردد و استفاده از دواهای ضد حاملگی برای منظم کردن سکل های عادت ماهوار خطر هایپرپلازی اندومتر را کاهش میدهد بنان در اخیر یک نتیجه گیری خلاص از لکچر خود می کنیم که هایپرپلازی اندومتر یک حالت معمول نسایی بوده که خانمها را در سیرین مختلفه متاثر ساخته و نزد اکثریت آنها خونیزی غیر نارمل محبلی آید می گردد. و تشخیص آن توسط اولتراساوند محبلی و هستروسکوپی صورت می گیرد اما باید بایوپسی اندومتر نیز انجام شود. شکل وصفی هایپرپلازی اندومتریوم به صورت خود به خودی بهبودی یافته و بعضا با تجویز پروژسترون تداوی می شود و موجودیت اتپیای سایتولوژیک خطر پیشرفت سرطان اندومتر را نشان می دهد. نظر به خطرات هایپرپلازی استرکتومی یک تداوی مناسب است مگر اینکه از عوامل دیگر جلوگیری شود و خانم که کاندید هسترکتومی میگردند باید قبل از عمل جراحی از نظر احتمال ابتلا به بیماری های پیشرفته با دقت مورد ارزیابی قرار گیرند